اگر همچین کاوری برای پیجتون نیاز دارید، اپلیکیشن هارت میتونه این کار رو با قالب‌های آماده خودش انجام بده. برای شروع ابتدا وارد اپلیکیشن هارت میشید. از بخش ادیت عکس طراحی پروفایل رو انتخاب میکنید. روی انتخاب عکس از گالری گوشی ضربه میزنید تا بتونیم یه عکس از گالری گوشیمون انتخاب کنیم. توی این قسمت میتونیم اندازه عکس رو به دلخواه تنظیم کنیم. برای شروع طراحی ابتدا میریم سراغ قاب‌های گرافیکی و قاب آذین رو انتخاب میکنیم. این قاب به صورت پیشواز برای شما نصب نیست. شما باید اون رو از بخش افزودن المان، جستجو و نصب کنید. توی این بسته قاب با رنگ‌بندی‌های مختلفی وجود داره که به دلخواه یکیش رو انتخاب میکنیم. توی مرحله بعدی میریم سراغ متن و متن‌هامون رو به طرح اضافه میکنیم. توی این قسمت میتونیم متنمون رو وارد کنیم. از این قسمت میشه نوع فونت رو انتخاب کرد. من اینجا از فونت تیت پلاس استفاده میکنم. اندازه قلم رو میذاریم روی 24 و برای رنگ از کد رنگ استفاده میکنیم. من اینجا از کد رنگ مشکی استفاده میکنم. از این قسمت میتونیم متن رو وسط در وسط طرح قرار بدیم. از این قسمت هم میتونیم متن رو در جهات مختلف حرکت بدیم. حالا دوباره میریم سراغ متن و متن دوم هم به طرح اضافه میکنیم. اول از این قسمت متن رو کمی بزرگترش میکنیم. و از این قسمت وسط در وسط تر قرارش میدیم. حالا برای اینکه به عنوان کاور پست اسلایدی میخوایم ازش استفاده کنیم، میریم به بخش استیکرهای اختصاصی و بسته ورق بزنید رو پیدا میکنیم. این بسته هم به صورت پیشواز برای شما نصب نیست. از این بسته یه استیکر انتخاب میکنیم و در وسط طرح سمت راست قرارش میدیم. دوباره میریم به سراغ متن و متن سوم هم به طرح اضافه میکنیم. میاریمش بالا در سمت چپ قرارش میدیم. در نهایت یه آیکون هم براش میذاریم. از این قسمت میتونیم رنگ آیکون رو تغییر بدیم. من رنگ سفید رو براش انتخاب میکنم. استیکر رو میاریم و در یه جای مناسب قرارش میدیم. شما میتونید در این بخش لایه‌هاتون رو قفل کنید که اگر دستتون اشتباهی بهشون خورد تکون نخورن.
در نهایت وقتی طرحتون تمام شد از بالا روی ذخیره سازی طرح ضربه بزنید. شما میتونید از این بخش طرحتون رو توی سایزهای مختلف خروجی بگیرید. من حمیدرضا کاظمی هستم. خیلی ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه من بودید.